اگر از همین حالا بیننده برنامه مجله علمی هستید، ما امروز در برنامه‌مون در خصوص طراحی هواپیمای 150 نفر در کشورمون داریم صحبت می‌کنیم که چند تا از دانشگاه‌ها در کشورمون مشغول این پروژه هستن. حدود 3 سال هست که این پروژه داره به پیش میره. اما آقای دکتر، به هر حال شما الان تو این 3 سال گذشته حتما با مشکلاتی مواجه بودید، یه سری دغدغه‌هایی داشتید. چه چالش‌هایی، چه مشکلاتی بیشتر شما در طراحی این هواپیما باهاش روبرویید؟ البته خب کارهای بزرگ مشکلات خاص خودش رو هم داره. شاید بشه گفت در درجه اول انجام پروژه با این ابعاد به صورت مشترک بین چندین دانشگاه و صنعت، یه تجربه جدیدی در کشور هست که حالا من خودم 15-16 سال در دانشگاه عضو هیئت علمی هستم، قبلنم به عنوان دانشجو حضور داشتیم، ندیدم پروژه‌ای با این حجم، وسعت و از طرف دیگه نیازمند کار گروهی که باید دانشگاه‌های مختلف و صنعت بیان در کنار هم. خدا رو شکر تا حالا پیش رفته و سعی کردیم که یک هماهنگی مناسبی رو بین تیمای مختلفی که الان دارن از نظر جغرافیایی جاهای مختلف کار میکنن، ولی الحمدلله هماهنگی‌های خوبی وجود داشته، ولی بالقوه این میتونه یک چالش باشه برای پروژه که واقعا ایجاد هماهنگی هم در سرعت بخشیدن به کار هم در کیفیت کار میتونه مؤثر باشه. شاید چالش بعدی که این تیپ پروژه ها باهاش ممکنه روبرو باشه، خب اطمینان از حمایت های ملی هست. بله، حمایت های ملی منظورتون چیه؟ یعنی مثلا افراد جامعه یا حالا سیاست گذاران یا؟ بله، در حقیقت کار به این بزرگی خب میتونه توی مقاطعی دچار وقفه هایی بشه و این خیلی مضر هست. بالاخره نیروی انسانی که الان دور این پروژه تو مراکز مختلف و دانشگاه مختلف جمع شدن، نیروهای واقعا زبده کشور، فارغ التحصیلان و دانشجویان در سطوح بالای علمی هستن که خب ما تونستیم اونها رو به حمدالله تا این مرحله در کنار پروژه نگه داریم، ولی هر گونه وقفه‌ای واقعا برای ما یه چالشه. بله. وقفه از نظر پشتیبانی‌های مالی، از نظر پشتیبانی‌های قانونی، اینها مواردی هست که البته ما اینها رو منعکس کردیم. الحمدلله تا الان هم مشکل خاصی وجود نداشته، ولیکن سیاستگزاران ما باید متوجه باشند که هر گونه وقفه کوچیکی میتونه این شکنندگی این پروژه ها رو درصدش رو بالا ببره. من یه جای آماری میخوندم که خب با توجه به حجم پروژه و از تعداد قطعات و اینها، مثلا حدود 100 هزار تا نقشه لازم هست برای طراحی این پروژه. میشه الان گفت که حالا سخت‌ترین مرحله طراحی شما چیه؟ مثلا چه بخشی از هواپیما از همه سخت‌تر هست طراحیش؟ ببینید، یکی از ویژگی‌هایی که صنعت هواپیما داره و صنایع دیگه ندارن این هست که ما داریم یه وسیله‌ای رو طراحی می‌کنیم که درون این وسیله انسان‌ها می‌شینن و مستقیما با جون اونا سر کار داره و از حرکت افتادن این وسیله مصادف است با از دست دادن جان انسان‌ها. اگه یه اتومبیلی، موتورسیکلتی، قایقی، چیزی که داره حرکت می‌کنه از حرکت وایسه، به هیچ وجه جون اون افراد بلافاصله به خطر نمیفته. میتونن حالا اون افراد فرصت دارن که اقدامی انجام بدن از خطر برهن، ولی در مورد هواپیما و حمل و نقل هوایی به این شکل نیست. بنابراین یه ریسک 100% شما یه استانداردهای خیلی ویژه‌ای حاکم هست در این صنعت که توی هیچ صنعت دیگه‌ای وجود نداره و یکی از نکاتی که ما باید تو این طراحی بهش توجه داشته باشیم رعایت استانداردها هست. در دنیا هر کمپانی که وسیله پرنده‌ای رو که داخلش انسان قرار میگیره طراحی میکنه، باید از مراجع ذی صلاح اون کشور
گواهی طراحی داشته باشه. و ما هم الان با سازمان هواپیمایی کشوری در تماس هستیم. یعنی الان شما این استانداردها رو از اونها کسب کردیم؟ بله، ما در حال در ارتباط با اونها هستیم و این سرتیفیکیت یا گواهی نامه طراحی رو داریم مراحلش رو طی می‌کنیم که این با در دست داشتن این گواهی نامه طراحی‌های ما یک سری طراحی‌هایی خواهد بود که حالا صنعت می‌تونه بر اساسش مراحل ساخت رو انجام بده و اون اعتماد هم به وجود میاد. بله، همینطوره. آقای دکتر، حتما این پروژه شما یه سری اهداف کلیدی رو هم دنبال میکنه. بله. دیگه راجع به اینا میخوام یه مقداری صحبت کنم. بله، من تقاضا میکنم اون اسلاید بعدی رو اگر همکارانم بله اینجوری نشون میدن، شما توضیحاتونو بفرمایید. یکی از ویژگی های این پروژه که من میتونم راجعش خدمت هموطنان عزیزم در اقصی نقاط دنیا صحبت بکنم و در ادامه اون سوال قبلی که شما داشتین، چرا دانشگاه ها اومدن دنبال این کار، خب ما 8 محور رو به عنوان بیننده ها میبینن، این 8 محور رو بله به عنوان محورهای کلیدی پروژه تعریف کردیم که حالا اگر محور دوم و سوم که دستیابی به دانش و انجام مراحل طراحی و ساخت و تست و توسعه فناوری کلیدی در طراحی و ساخت و تست، این دوتا محور رو در دفاتر طراحی کمپانی های هواپیماسازی دنیا وجود داره، ولی اون 6 محور دیگه لزوماً در همه کمپانی ها نیست و ما برای اینکه میخواستیم این دانش رو در کشور کسب بکنیم و این رو اشاعه بدیم در سطح دانشگاهامون به عنوان نمونه در محور اول مستندسازی، استانداردسازی، بله، اخذ گواهینامه های معتبر، همکاری های بین المللی، جهت‌دهی برنامه های آموزشی و تحقیقات دانشگاهی ما روی این پروژه همین الان تعداد زیادی پروژه هایی همجور که فرمودین تحصیلات تکمیلی تعریف شده، پروژه های کارشناسی ارشد و دکترا و یه تعدادی از دانشجویان تحصیل و تکمیلی الان دارن کارهایی رو انجام میدن که تو مراحل بعدی ما در پروژه ازش استفاده خواهیم کرد. بنابراین یه برنامه منسجمی پیشبینی شده که این پروژه وقتی در دانشگاه انجام میشه واقعاً بتونیم ما از سرریز دانشش تو بخش مختلف استفاده کنیم و همکاران پروژه رو هم که جناب عالی معرفی فرمودین، من مجددا اینجا تشکر میکنم، همه همکاران عزیزمون در دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف و پارک علم و فناوری فارس که تا این مرحله ما تونستیم یک همکاری مشترک خوبی رو خدمتشون داشته باشیم. آقای دکتر، این مدلی که شما دارید طراحی میکنید یک مدل کاملا بومی هست یا مثلا شما از انتقال حالا فناوری یا تکنولوژی به طور کامل دیگه استفاده نکردین؟ ببینید، خب ما در اون بخشی که دانش رو میخواییم جذب بکنیم از هر دانشی که توی دنیا توی این زمینه قابل دسترس بوده استفاده کردیم و خواهیم کرد، چیزی هم هست که تو دنیا معموله، ولی این که بخواییم طراحی مشخصی رو به عنوان الگو قرار بدیم، چون الگو برداری از حالا هواپیماهایی که ساخته میشه در دنیا و موفقم هست، به هیچ وجه به این شکل نبوده. ما کاملا یک طراحی بومی رو دنبال کردیم که الان بینندگان عزیز روی صفحه تلویزیون مشاهده میفرمایند. این دومی این حالا شکلایی هم که حالا بیننده ها در مرحله بعدی میبینن شکلای اولیه‌ای هست که شما در طراحی استفاده کردید. این در حقیقت ورژن دومه، این مدل کاملا بومی هست. بله، سینمای هواپیمایی هست که طراحی شده با ظرفیت 160 صندلی. وقت شما از مثلا شرکت‌های بزرگ یا هواپیمایی که موفق الان تو دنیا هستن ایده هم گرفتین آقای دکتر؟ ببینیم، ما برای اینکه شناخت اولیه‌ای پیدا بکنیم نسبت به سیستم‌های مختلف هواپیما، جناب علی اشاره کردین که هواپیما سیستمی هست که قطعات مختلفی، گفتین 100,000 نقشه داره. من خدمت هموطنان عزیز عرض بکنم که یک هواپیما 6,000,000 قطعه داره و اگر این رو مقایسه بکنید با 6,000 حدوداً قطعه‌ای که یک اتومبیل پیشرفته داره، یعنی یک هواپیما تقریباً به اندازه 1,000 اتومبیل قطعه داره و این خودش نشون میده پیچیدگی کار رو که ما در بخش دانشیش
استفاده کردیم از تجربیات دنیا، ولی در بخش طراحی کاملا طراحی بومی بوده که اون هسته های طراحی که در دانشگاه وجود داشته به این شکل رسیدن. این طرح اولیه بله جانمایی داخلی هواپیما هست که وضعیت صندلی ها رو اون شکل پایین نشون میده در داخل هواپیما، و شکل بالا هم یک نمای دیگه هست از هندسه هواپیما و جزئیات در حقیقت سازه ایش. چقدر الان پیش بردید از این طراحی؟ یعنی 3 سال الان دارین رو طراحی این کار میکنید دیگه، الان چقدر پیشرفت کردید؟ البته ما یه چیزی حدود 1.5 سال بحث نیازسنجی و امکان سنجی طرح رو دنبال میکردیم، چون این پروژه بزرگی هست. شاید جالب باشه برای هموطنانمون بدونن که مراحل طراحی و ساخت 4 نمونه یه همچین هواپیمایی در دنیا بین 1 تا 2 میلیارد دلار هزینه داره. برای شما چقدر تمام؟ خواستم اینو عرض بکنم که در نتیجه شروع یک همچین پروژه‌ای باید یه امکان سنجی دقیقی رو داشته باشه. بنابراین ما حدود 2 سال مطالعه انجام میدادیم در دانشگاه که اول نیازسنجی بکنیم، ببینیم که کشور چه هواپیمایی نیاز داره، تو مرحله بعد ببینیم که برای طراحی و ساخت این هواپیما چه امکاناتی نیاز هست. امکانات از قبیل سرمایه گذاری، زیر ساخت و نیروی انسانی. حدود 5000 نفر نیروی انسانی متخصص این پروژه تو مراحل نهاییش نیاز خواهد داشت، که خب ما هنوز یه همچین ممکنه تعداد متخصص خاص این موضوعات رو نداشته باشیم. از همین الان تربیت نیروی انسانی هم در برنامه‌مون هست. خب ما با محدودیت‌های بودجه مواجهیم در پاسخ به سوال جناب عالی. چقدر شما باید هزینه؟ بله. امکانش رو چقدر دارید؟ طبق استانداردهای دنیا معمولاً حدود 1% از بودجه طراحی و ساخت مربوط میشه به طراحی مفهومی. ما الان در مرحله طراحی مفهومی هستیم، یعنی کانسپت هواپیما رو میخواییم در بیاریم. 1% 1 میلیارد دلار یعنی 10 میلیون دلار، حالا با قیمتهایی که وجود داره میتونن عزیزان محاسبه بکنن. ما قول این اعتبار رو از عزیزان تصمیم گیر کشور گرفتیم و تا حدودی هم اعتباراتی پرداخت شده. خوشبختانه تا الان ما تنگنای مالی نداشتیم، ولی البته هرچه جلوتر میریم نیازهای مالی بیشتر خواهد شد. آقای دکتر جهانگیر، من فکر کنم تا پایان برنامه ما 5 دقیقه فرصت داریم. میدونم شما اسلایدهای زیادی آوردید برای بیننده ها، اگر که برید موافق باشید بریم راجع به حالا عکس‌هایی که از طراحی این هواپیما وجود داره. خب عکس بعدی در حقیقت چیدمان صندلی ها رو در داخل هواپیما نشون میده. عکس بعدی که خب یکی از اگه عکس بعدی رو حالا همکارانم هم نشون بدن، اون راجبه چی هستش؟ بله، ما وقتی که هندسه بیرونی هواپیما رو طراحی میکنیم باید تست بکنیم و ببینیم که آیا این هندسه میتونه اون وزن پیشبینی شده رو روی هوا نگه داره. به عبارت دیگه اون نیروی لیفت یا بالابری که بله هواپیما ایجاد میکنه توسط بالهاش، آیا میتونه جبران نیروی وزن هواپیما رو بکنه؟ که در این زمینه خوشبختانه ما توان خوبی رو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر داشتیم و تونستیم کل هواپیمای طراحی شده رو شبیه سازی بکنیم و از طریق کامپیوتری این به نتایجی که مد نظرمون بود رسیدیم. در مراحل بعدی انشالله باید مدلی از این هواپیما ساخته بشه و در داخل تونل باد مورد آزمایش قرار بگیره. حالا اگه همکارم عکس بعدی رو هم نشون بدن، بعد این عکس راجع به چی آقای دکتر؟ در عکس‌های بعدی که خدمت شما نشون داده میشه، ما
اینجا در حقیقت داریم اعلام میکنیم که ما کل هواپیما رو شناختیم. در حقیقت این شکلی که ملاحظه میفرمایید دوم هواپیما، دوم افقی هواپیما هست. بله. و علارغم اینکه دوم یه ممکنه از بیرون گفته بشه که کم اهمیت ترین قسمت هواپیما دوم هواپیما هست، ولی شاید یکی از پر اهمیت ترین قسمت های هواپیما، چون دوم هواپیما هم در پایداری هواپیما نقش اصلی رو ایفا میکنه. بخشی از مخزن سوخت هواپیما در دوم قرار داره و ژنراتور کمکی هواپیما در محل دوم قرار داره. ما دوم هواپیما رو که طراحی کردیم، تمام سیستم های داخل دوم هواپیما هم در این شکل ملاحظه فرمودین که طراحی شده. شکل بعدی سیستم هیدرولیک هواپیما رو نشون میده که ما بخش در حقیقت سیستم هیدرولیک هواپیما رو که اون بخش های متحرک روی بال و دوم هواپیما رو کنترل میکنه، عمدتاً این رو روی این شکل نشون دادیم، طراحی کردیم. بعد از اینکه جئومتری رو درآوردیم، در حقیقت کل سیستم هیدرولیک در حد کانسپت طراحی شده. آقای دکتر، الان این طراحی هایی که حالا این عکس هایی که بیننده ها میبینن، الان اینا طراحیش قطعی شده، یعنی به این نتیجه قطعی رسیدیم؟ ببینین، تو مرحله طراحی مفهومی ما یک سری فعالیت های رفت و برگشتی داریم، چون که هواپیما مجموعه ای از سیستم های مختلفه. هر سیستمی که یه تغییراتی توش حاصل میشه تأثیر میذاره روی بخشای دیگه. بخش بعد از طراحی اونا هم یه مقدار بله. تغییر کنه. یعنی ما توی مرحله یه سری کارهای رفت و برگشتی انجام میدیم. اول یه طرح اولیه‌ای در میاد، این طرح اولیه رو میشکنیم، به قسمت های مختلف میدیم، به گروه های تخصصی میگیم که این قسمت رو شما برو تست بکن، ببین آیا این به اصطلاح خروجی هایی که مد نظر ما هست رو میده یا نه. بعد اون ممکنه یه اصلاحاتی بده، اون اصلاحات وقتی برمیگرده تأثیر میذاره رو قسمت های دیگه. بنابراین این طرح خدمتون گفتم دومین طرحی هست که ما داریم، ممکنه تا انتهای طراحی مفهومی ورژن های دیگه هم بخوره، ولی اصل کار الحمدلله جلو رفته. خب آقای دکتر، من فکر کنم ما رسیدیم به پایان برنامه. من میخوام سوال پایانی ازتون بپرسم، چقدر دیگه زمان، حالا فرصت یا فرصت میخواییم برای اینکه این طراحی تموم بشه و بعد بریم مثلا سراغ مرحله بعدی برای ساخت؟ من همینجا فقط باز یه عدد دیگه خدمت هموطنان عزیز عرض بکنم که بخش بدنه ی هواپیما فقط ما بر اساس گانتی که تهیه کردیم 1000 فعالیته. بخش موتور، بخش الکترو اویونیک و بخش های دیگه خودشون ریز فعالیت های دیگه ای دارن. به اصطلاح برنامه ریزی که ما انجام دادیم، انشالله طراحی مفهومی تا پایان امسال تموم خواهد شد. یعنی شکل و شمایل کلی هواپیما، نقشجات اولیه تا پایان امسال در میاد، در سال آتی وارد طراحی جزئی میشه. خیلی ممنون آقای دکتر برای حضورتون در برنامه، متشکرم. امیدواریم که زودتر طراحیش تموم بشه، این هواپیما ساخته بشه و ما حالا در افق 1404 شاهد اتکا به هواپیماهایی که ساخت داخل هست باشیم. ممنونم از این که امروز هم بیننده برنامه ما بودید. روز و روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.